درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 12 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 21 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا شد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به نمایندگی از آنها در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد و پیام مژگان افتخاری مادر این دختر کشته شده را قرائت کرد. روز سه‌شنبه این جایزه طی مراسمی به نمایندگی از مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی به مرسد شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی و افزون نجفی خواهر حدیث نجفی از کشته شدگان خیزش انقلابی اهدا شد. مژگان افتخاری در پیام خود که صالح نیکبخت آن را قرائت کرد گفت داغ ژینا برای او ابدی است و تاکید کرد که نام دخترش همراه با نام ژان دارک قهرمان ملی فرانسه به عنوان نماد آزادی باقی خواهد ماند. بخشی از پیام مادر مهسا ژینا امینی به زبان کردی بود. او در این پیام همچنین به ممنوع خروجی خود و خانواده‌اش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی فرصت حضور در این رویداد و دریافت جایزه نماد آزادگی پارلمان اروپا را برخلاف همه موازین قانونی و انسانی از آنها دریغ کرد. روبرت متسولا رئیس پارلمان اروپا در این مراسم دفاع از کرامت هر انسان و پذیرش جهان شمول حقوق بشر را چالش های فراگیر خواند که هنوز برقرارند و گفت برای 35 سال است که پارلمان اروپا با جایزه ساخاروف در این زمینه تلاش می کند. به مهسا ژینا امینی را دختری با آرزوهای یک زندگی بهتر توصیف کرد و گفت قتل او بی‌عدالتی مشمئز کننده مقامات جمهوری اسلامی را نشان داد، اما در ادامه صدایش را تمام اقشار ایرانی در خیابانها به نمایش گذاشتند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی قرار بود که در مجمع جهانی پناهندگان که از 13 تا 15 دسامبر در ژنو برگزار می شود شرکت کند، اما سازمان ملل متحد از دوشنبه اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به جای رئیسی هیئت ایرانی را رهبری خواهد کرد. بنابراین رئیس جمهوری ایران ممکن است که اصلا به این سفر نرود. در کشور سوئیس روز دوشنبه شکایاتی تنظیم شد که به موجب آن از مقامات این کشور خواسته شده تا رئیس جمهوری ایران را در جریان سفر این هفته به ژنو دستگیر کنند و او را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل اعدام‌های دست جمعی مخالفان در سال 1988 میلادی محاکمه کنند. سخنگوی این آژانس در ایمیل خود آورده است که مضافاً اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در بیش از 40 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شکایت در روز دوشنبه تنظیم شده و از آندریاس مولر دادستان کل کنفدراسیون سوئیس می‌خواهد که رئیس جمهوری ایران را دستگیر کرده و کیفرخواستی را علیه او به دلیل مشارکت در نسل کشی، شکنجه، اعدام‌های فراغذایی و جنایات دیگر علیه بشریت تنظیم کند. این شکایتنامه از سوی سه زندانی سابق ایرانی تنظیم شده، اما دفتر دادستانی سوئیس هنوز وصول آن را تایید نکرده است. دکتر فاطمه رجایی راد جراح متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل امروز شنبه 21 آذر ماه اعلام کرد که حکم قطعی اخراج از این دانشگاه را دریافت کرده است. فاطمه رجایی راد دارای دکترای دندان پزشکی و متخصص جراحی دهان فک و صورت در جریان مراسم تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان آمل در اوایل آبان ماه امسال بدون حجاب اجباری برای دریافت لوح تقدیر به عنوان جراح نمونه حضور یافت. به دنبال انتشار ویدیوی حضور بدون حجاب رجایی راد، تعدادی از مقامات حکومتی از جمله نماینده علی خامنه ای در استان مازندران، امام جمعه آمل و تعدادی از مقامات دولتی این استان خواهان برخورد شدید با او شدند. خبرگزاری فارس بعد از این مراسم نوشت که فاطمه رجایی راد به دادستانی آمل احضار شده و حق ورود به دانشگاه علوم پزشکی و حضور در کلاس درس را ندارد. همچنین سه تن از مدیران بهداشت و درمان شهرستان بابل هم که در مراسم تجلیل از خانم رجایی راد حضور داشتند، به دلیل واکنش نشان ندادن به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی راد برکنار شدند. فاطمه رجایی راد در یکی از استوری های اینستاگرامش بعد از اعلام خبر اخراج از
دانشگاه علوم پزشکی بابل نوشته است که رودخانه خروشان مسیرش را پیدا می کند، حتی اگر مجبور شود از دل سنگ های سخت و نفوذ ناپذیر رد شود. حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک همسری که به اتهام قتل شوهرش به قصاص نفس محکوم شده، ممکن است که روز چهارشنبه در زندان قرچک برامین به اجرا درآید. سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر نوشت که دو فرزند سمیرا برای اولین بار و برای ملاقات آخر با وی دیدار کردند و او به قرنطینه زندان منتقل شده است. سمیرا سبزیان در سن 15 سالگی ازدواج کرده و یک کودک همسر بوده است. او در زمان وقوع قتل دو فرزند 7 ساله و 6 ماهه داشت. سمیرا از حدود 10 سال پیش به این اتهام بازداشت شده و در تمام مدت از دیدار فرزندان خود محروم بوده است. ایران با اعدام دست کم 16 زن در سال 2022 بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است. در سال جاری میلادی تا کنون هم دست کم 17 زن در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی و مردم سراسر جهان می‌خواهد تا تمام توان خود را برای نجات جان سمیرا به کار ببندند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق امروز در ایران برگزار شد. در این پرونده از سازمان مجاهدین خلق به عنوان متهم ردیف اول نام برده شده است. این دادگاه مسعود رجبی را رهبر سازمان مجاهدین خلق معرفی و او را متهم ردیف دوم اعلام کرده است. در کیفرخواست گفته شده که مسعود رجبی در 3 خرداد ماه سال 60 دستور جنگ مسلحانه علیه نظام را داده و سبب شهادت بیش از 17,000 تن از مردم ایران می شود. قوه قضاییه ایران مریم رجبی را متهم ردیف سوم اعلام کرده است. او خود را رئیس جمهور خودخوانده شورای مقاومت می داند. مریم رجبی در ایام جنگ تحمیلی در عملیات آفتاب و فروغ جاویدان نقش موثری داشته و باعث مرگ بسیاری از هموطنان شده است. مهدی ابریشمچی هم که از او به عنوان مسئول بخش امنیت و عملیات مهندسی سازمان مجاهدین خلق یاد شده، در این پرونده متهم ردیف چهارم است. نماینده دادستان این سازمان را به اداره تشکیلات تروریستی و تشویق مردم به آشوب و نشر اکاذیب و جاسوسی در داخل و خارج کشور متهم کرد و گفت این جرایم مشمول مرور زمان نمی شود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها.
جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. بر اساس گزارش منابع مختلف، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دو مدرسه دینی اهل سنت زاهدان یورش بردند و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر، از بازداشت ده‌ها تن در جریان این حمله خبر داد. عبدالحمید اسماعیل زهی، معروف به مولوی عبدالحمید، شامگاه دوشنبه در توییتی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خواند و به بازداشت ده‌ها تن از طلاب علوم دینی در این ماجرا اشاره کرد و افزود که این حمله نشان داد که مسئولان استانی برخلاف ادعاهای خود در فکر آرامش مردم استان نیستند. کمی پیشتر شبکه‌های محلی که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند، به نقل از منابع محلی، از حمله نیروهای امنیتی به دو مدرسه علمیه اهل سنت مولانا عبدالعزیز و ابوذر غفاری در زاهدان در روز دوشنبه 20 آذر ماه خبر داده بودند. جامعه مدرسین دارالعلوم زاهدان در بیانیه‌ای نوشت که بهانه این حمله طرد اتباع بیگانه بوده است. طلاب دارالعلوم حقانیه ایران شهر هم در بیانیه‌ای نوشتند که برخی از نیروهای خودسر امنیتی و نظامی با حمله به این دو مدرسه اقدام دستگیری و بازداشت جمع زیادی از طلاب و دانش آموختگان این دو نهاد کردند. حال بهش تعداد افراد بازداشت شده را دست کم 253 طلبه اعلام کرده است. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز 21 آذر ماه با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که توسط دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده بود مخالفت کردند. بنا به این تصمیم، دولت تا 7 روز آینده فرصت دارد که لایحه را اصلاح کرده و بار دیگر به مجلس ارائه کند. همزمان با آنکه سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به صورت تلویحی پذیرفت که بخش‌هایی از دولت جمهوری اسلامی در فساد چای دبش نقش داشته، مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور خواستار پاسخگو شدن مقامات ارشد دولتی در این ارتباط شد. به نوشته وبسایت آفتاب نیوز، فرشید محبی، مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور، در واکنش به فساد میلیارد دلاری اخیر در بخش چای گفته است: متاسفانه افرادی برای سرنوشت چای کشور تصمیم میگیرند که وارد کننده هستند، نه تولید کننده. اما نکته مهم دیگری که در اظهارات فرشید محبی مطرح شده، ماجرای صادرات چایهای فاسد شده به چند کشور است که به گفته او سرطان‌زا بودن آنها در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است. محبی با توضیح اینکه این گونه چایها به چای صنواتی مشهور است، از صادرات آن به کشورهایی مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان ابراز تعجب کرده، چون به گفته او این نوع چای که چای تاریخ مصرف گذشته است تنها کاربرد صنعتی دارد و این کشورها فاقد صنعت پیچیده بهره برداری صنعتی از این نوع چای هستند. به خبر داد که اخیراً هم از خروج چند کانتینر چای صنعتی از لنگرود و سومه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پر ابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد. محبی تاکید کرد که شنیده ایم برخی با صادرات سوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد شرخه مصرف کشور می کنند. در 67مین روز از جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ارتش اسرائیل سه‌شنبه 21 آذر ماه اعلام کرد که نیروهایش
در ادامه عملیات در خان یونس در باریکه غزه حدود 250 خمپاره RPG و مهمات دیگری را که آماده استفاده بود کشف کردند. این بیانیه حاکی است که نیروهای ارتش شامگاه دوشنبه نقطه‌ای در غزه را که اعضای حماس در حال آماده کردن راکت برای شلیک به سوی شهر جنوبی استروت بودند، شناسایی و جنگنده‌ها را در بمباران محلیات شده هدایت کرد. بر اساس این بیانیه همچنین نیروی دریایی اسرائیل یک باند تروریستی را که به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در غزه شلیک کرده بود شناسایی و منهدم کرد. در خبر دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد آتش‌بس فوری بشردوستانه میان اسرائیل و حماس را به رأی می‌گذارد. پیشتر این قطعنامه در شورای امنیت 15 عضوی سازمان ملل توسط آمریکا وتو شده بود. مقامات بهداشتی غزه تحت کنترل حماس می‌گویند که تعداد کشته شدگان حمله اسرائیل در واکنش به حمله اولیه حماس در روز 15 مهر ماه از 18,000 تن فراتر رفته است. از سوی دیگر، مدیریت بندر اشدود اسرائیل میگوید که حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری تهدیدی برای مسیرهای کشتیرانی جهانی و ترافیک دریایی به سمت اسرائیل است. مدیریت این بندر روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این حملات تاکنون هیچ تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های بندری نداشته، در بیانیه‌ای تأکید کرد که از هر اقدامی برای حفظ دروازه‌های اسرائیل دریغ نخواهد کرد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران همزمان اعلام کردند که در آخرین اعتراض خود به بمباران غزه توسط اسرائیل، یک عملیات نظامی علیه یک نفتکش تجاری نروژی انجام دادند. مالک این نفتکش نروژی گفته است که این کشتی هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارد و به صورت آزمایشی توسط اجاره کنندگان برای ارسال مرسوله از بندر اشدود خارج شده است. از سوی دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب از امنیت مردم یهود، امنیت اسرائیل و حق وجود آن در پی حملات تروریستی حماس در 7 اکتبر حمایت کرد. به گزارش شبکه CNN، بایدن در اظهاراتی به مناسبت 5 شب از عید هانوکای یهودیان گفت: ما به ارائه کمک نظامی به اسرائیل تا زمانی که آنها از شر حماس خلاص شوند ادامه خواهیم داد. در خبری دیگر، حسین بتمز 54 ساله نماینده مردم استان قجایلی در مجلس ترکیه به هنگام سخنرانی درباره مجازات الهی برای اسرائیل در دچار یک حمله قلبی شده و به یک بار نقش بر زمین شد. به بلافاصله توسط دیگر نمایندگان مجلس از ساختمان خارج شده و با آمبولانس روانه بیمارستان شد. به قبل از بیهوش شدن گفته بود شما از خشم خدا در امان نخواهید بود. فرانک گرانشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا.
دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. در جریان حمله انتحاری ستیزه‌جویان یک گروه اسلامگرا در پاکستان، دست کم 23 سرباز پاکستانی کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان، یک جوخه انتحاری 6 نفره دوشنبه با کامیونی مملو از مواد منفجره وارد یک اردوگاه نظامی در شمال غرب این کشور شده و سربازان را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولیت این حمله مسلحانه را یک گروه شبه نظامی بر عهده گرفته است. به بن‌بست خوردن بحث‌ها در نشست اقلیمی دبی بین کشورهایی که خواهان حذف چشمگیر سوخت‌های فسیلی هستند و کشورهای مخالف این موضع، امید برای به پایان بردن به موقع کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه را از بین برد. خبرگزاری آلمان در این مورد خبر می‌دهد که بحث‌های شرکت کنندگان در تلاش برای توافق بر سر جمله‌بندی بیانیه نهایی نشست اکنون به وقت اضافی کشیده شده است. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP28 که در شهر دبی امارات متحده عربی در حال برگزاری است، قرار بود که حوالی ظهر سه‌شنبه بعد از نزدیک به 2 هفته سخنرانی، تظاهرات و مذاکرات به پایان برسد، اما این مذاکرات همچنان ساعت‌های حساسی را سپری می‌کند. اختلاف بر سر سرنوشت سوخت فسیلی همچنان پابرجاست و توافق بر سر پیشنویس توافقنامه این کنفرانس هنوز میسر نشده است. بر اساس گزارش سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، میانمار در سال 2023 میلادی به بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان تبدیل شد و در این زمینه از افغانستان پیشی گرفت. بر پایه تازه ترین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، میانمار در سال جاری میلادی حدود 1080 تن تریاک تولید کرده است. گزارش حاکی است که اقتصاد میانمار از زمان به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان در سال 2021 به دلیل درگیری و بی‌ثباتی ضربه شدیدی خورده و این وضعیت بسیاری از کشاورزان این کشور را به کشت خشخاش سوق داده است. روند افزایشی تولید تریاک در میانمار همزمان است با ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان که از ماه اپریل سال گذشته آغاز شده و تولید تریاک در افغانستان را با کاهشی 95% به حدود 330 تن رسانده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.